پنجاه و یکمین روز جنگ اوکراین شمار جان باختگان غیر نظامی به بیش از 1900 نفر رسیده در میانشان 162 کودک سازمان ملل متحد میگوید که شمار واقعی جان باختگان بیش از این است بیشتر کشته و زخمی ها در پی حملات هوایی بوده مقام های محلی کیف دیروز از کشف بیش از 900 جسد متعلق به غیر نظامیان در حومه شمال غرب پایتخت از زمان عقب نشینی ارتش روسیه خبر دادند. اجساد پس از بررسی برای آزمایش های دقیق به پزشکی قانونی فرستاده شدند. اجساد بعضی از افراد در روستای شفچنگو شناسایی شده. آنها محلی بودند که متاسفانه شکنجه شده و به ضرب گروله کشته شدند. با طولانی شدن یورش نظامی روسیه به اوکراین، نگرانی ها از احتمال به گرفتن سلاح های غیر متعارف از سوی نیروهای مهاجم بیشتر شده. <applause> رئیس جمهوری اوکراین در گفتگو با شبکه خبری سی این روی آوردن روسیه به استفاده از سلاح های شیمیایی یا اتمی را محتمل میداند. <applause> نه فقط من که همه دنیا همه کشورها باید نگران باشند چون اطلاعات میتونه درست نباشه اما میتونه هم درست باشه اونا میتونن از سلاحهای شیمیایی استفاده کنند چون جون آدمها ها براشون ارزش نداره این تنها مسئله اوکراین نیست بلکه به نظرم مسئله همه دنیاست. دیشب در منطقه کیف کارخانه ساخت راکت هایی هدف گرفته شد که اوکراین میگوید بانها آنها ناو جنگی مسکووا را زده وزارت دفاع روسیه گفته 16 نقطه هدف گرفته شده اوکراین راه حل تاب آوردن در برابر این حملات را تقویت قوای نظامیش میداند اتفاقی به واسطه حامیانش در غرب شنبیش. هرچه بیشتر و زودتر همه سلاحهایی رو که درخواست کردیم به دست بیاریم قوی تر میشیم و سریعتر صلح برقرار میشه ابعاد بحران جنگ در شرق اوکراین رو به گسترش است برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد درخواست دسترسی بدون مانع به خانوارهایی را کرده که در مناطق جنگ زده و محاصر شده اوکراین گیر افتادهاند گمان می روید که آخرین ذخایر آب و غذا در شهر محاصره شده ماریوپل در جنوب اوکراین رو به پایان است. از زمان محاصره این شهر در بیش از دو هفته گذشته هیچ کمک بشر دوستانه اجازه ورود به ماریوپل را نداشته است. ماریوپل شهری ساحلی که همچنان نظامیان روسیه در پی تصرف کامل آن هستند و به نماد ویرانی در جنگ اوکراین بدل شده. کرملین نه تنها سربازانش را به خاک اوکراین اعزام کرده که به جنگی دیپلماتیک هم روی آورده در تازه ترین اقدام نخست وزیر و وزیر خارجه بریتانیا و همینطور ترزا می نخست وزیر پیشین این کشور در کنار ده سیاستمدار دیگر بریتانیایی از سفر به روسیه منع شدند. پیشتر روسیه رئیس جمهوری آمریکا و دوازده سیاستمدار دیگر این کشور را هم مشمول تحریمی مشابه کرده بود. تا اینجا پاسخ غرب به تهاجم روسیه تحریم های گسترده اقتصادی بوده و ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین آنچه کسی قادر به پیش بینی نیست اما زمان پایان این جنگ است علی خرتپیر بی بی سی